خانم شفیق، بالاخره 9 ماه تلاش های زندانیان سیاسی و خانواده دادخواه نتیجه داد و حمید نوری به حبس ابد محکوم شد. درباره استقلال خودتون و این حکم و این نتیجه دادگاه برای دادخواهی برای ما بگید. فرزاد عزیز، واقعا میدونی مثل کودکی که بعد از 9 ماه متولد میشه، تولد شادیه، تولد آغازه. برای منم این حکم همینه و یک پیروزی بزرگی است برای جنبش دادخواهی ایران که روز به روز بر صفوفش افسوده شده، به دلیل اینکه پاسخ جمهوری اسلامی به دادخواهی چیزی جز سرکوب نیست. بنابراین این حکم حکمی است نه فقط مربوط به گذشته، نه فقط مربوط به دهه 60، بلکه به حال و آینده. یعنی از امروز جنبش دادخواهی افق‌های تازه‌ای در برابرش گشوده میشه و به خصوص نکته دوم اینه که در شرایطی که در اروپا مسئله استرداد محکومان سیاسی یا عاملین تروریسم جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، این حکم یک پیروزی سیاسی بزرگه و باید بشه بر اساس اون خواستهایی رو در مورد اروپا مطرح کرد و این خیلی خیلی مهمه. واقعا با کمال با عصمیم به قلب سپاسگزار سوئد هستیم، دستگاه قضایی، چون من مطمئنم اگه دست دولت بود هیچ وقت ما به این روز نمیرسیدیم و این هوشیاری ایرج مساقی بود که در واقع تونست این مسئله رو ببره توی دستگاه قضایی که مستقله. و من عمیقا از همه کسانی که دستاندار کار اینا بوده، از ایرج مساقی، حمید اشتری، آقای مختار شلالوند و همه کسانی که در دستگیری مشارکت داشتن، بعد از اون از خانواده ها شاکیان و همشون برای ما سعی در واقع یک شادی بزرگ رو به ارمغان آوردن و یک پیروزی بزرگ رو برای جنبش دادخواهی و قاضیا و دادستانای زن. واقعا کاش اینجا می اومدن و میدیدن که چقدر ما چشم امید، یعنی در واقع امید ما رو ناامید نکردن.